یکی از مهمترین مسائلی که در مسیر مبارزات همه مردم دنیا هست اینه که تا وقتی که دشمن درگیر هست و تا آخرین روز حیات دشمن با انواع و اقسام تهمت ها مواجهند. به خصوص وقتی که دشمن تلاش میکنه که رنگ عوض کنه و با لباس خودی و مبارزان و انقلابیون راستین ضربه بزنه. این موضوع در ایران ما از زمان دیکتاتوری شاه تا امروز در جریان بوده و هست. و افشای اونها یکی از مهمترین کارهای مبارزات مردم دنیا و همچنین مقاومت ایران بوده. یکی از آخرین موارد در ایران خودمون موضوع مربوط به دادگاه دشخیم حمید نوری بود که این هفته بعد از 4 سال به پایان رسید. دادگاهی که رژیم تلاش داشت تا با وارد کردن عنصری نفوذی مسیر اون رو علیه مجاهدین و جنبش دادخواهی بچرخونه که البته شکست خورد. در این راستا مطالب و مصاحبه ها و مقالات بسیاری منتشر شده. از جمله 2 کتاب توسط مجاهدین و کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت منتشر شد که در این قسمت از برنامه همراه هستیم با خانم فروغ پاکدل تا در رابطه با موضوعات این کتاب ها و نکاتشون سوالاتمون رو بپرسیم. سلام کنم خدمت شما و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام بر شما لیلای عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز سیمای آزادی که با ما همراه هستند. متشکرم از شما. خانم پاکدل، اگه ممکن توضیح بدید که کتاب هایی که منتشر شده حاوی چه مسائلی هستند؟ بله، در واقع همطور که گفتین 2 کتاب بسیار مهم در این رابطه منتشر شده قبلا، که اجازه بدید من اول از کتاب گواهی ها و اسناد درباره یک مزدور نفوذی ایراج مصداقی شروع کنم. این کتاب در اسفند 1399 توسط سازمان مجاهدین منتشر شده. ابتدای این کتاب ما با مقاله بسیار ارزشمند و تاریخی آقای ژورک مواجه هستیم که در اون به نقش مزدور مصداقی در تهیه و تنظیم کتاب‌های لاجوردی دشخیم تحت عنوان کارنامه سیاه اشاره می‌کنند. آقای ژورک در این کتاب شرح همکاری مزدور نفوذی ایرج مصداقی رو توضیح دادن که با خائنانی همچون قاسم اثنی‌عشری و رضا کیوانزاد مسئولیت تدوین و تنظیم مطالبی رو بر عهده داشتن که بعدها تحت عنوان کتاب توسط دشخیم لاجوردی منتشر شده. در این مقاله اشاره شده به جلسه‌ای که در بند 311 زندان اوین برگزار شده، جلسه‌ای به سرپرستی دشخیم به اسم محمد داوود آبادی یا محمد مهرائین که معروف بود به رحمانی، و در اون جلسه قرار بوده که حول طرح و نوشته از مزدور مصداقی برای تهیه یک فیلمنامه علیه مجاهدین در واقع بررسی بشه. بلافاصله بعد از این مقاله ما با موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین در رابطه با این مقاله ارزشمند آقای ژورک رو در این کتاب مشاهده می‌کنیم که این مقاله رو فصل الخطاب و یک گواهی تاریخی در رابطه با افشای مزدور نفوذی ایرج مصداقی عنوان کردن. در این موضع‌گیری اشاره کوتاهی شده به خیانت‌های این مزدور از حضور در گشت‌های خیابانی برای شکار انقلابیون و مجاهدین در دهه 60 و بعدها اقداماتی علیه مقاومت ایران که تا همین امروز هم ادامه داره، و همچنین از بردن مزدور نفوذی بر سر پیکرهای بالاقدر مقاومت اشرف رجوی و موسی خیابانی. در ادامه این کتاب با مقاله مفصلی از آقای ژورک مواجه هستیم، مقاله تحت عنوان مرجان و باز هم معتادان خمینی، که این مقاله البته بعد از پرواز دریغ انگیز مرجان عزیز منتشر شده و حاوی 2 تجربه شخصی آقای ژورک در برخورد با 2 تا از همپالکی های ایرج مصداقی به اسم احمد رضا کریمی و کریم حقی هستش. حتما همه بینندگان میدونن که احمد رضا کریمی خائن است که در زمان شاه بعد از دستگیری به خدمت ساواک در اومد و در همکاری برای لو دادن به اصطلاح انقلابیون با ساواک همکاری کرد. بعدها همین مزدور در خدمت وزارت اطلاعات در اومد و کماکان هر جا که نیاز باشه
رژیم اون رو مورد بازمصرف قرار میده. همچنین کریم حقی که خب مزدور خائنی هستش که ابتدا تحت عنوان منتقد مجاهدین شروع به پیش بردن خط وزارت اطلاعات کرد، بعدها در پیشروی این خیانت به جای رسیده که صراحتا از ولی فقیهش و قاسم سلیمانی دشقیم به اسم دشقیم قاتل کودکان خاورمیانه به عنوان رهبرانش نام میبره. اجازه بدید من به یک جمله از این کتاب اشاره کنم، از این مقاله اشاره کنم که آقای جورک نوشتن که از نظر من احمد رضا کریمی همان کریم حقی است که نسخه بدل و البته کثیف‌تر آن میشود ایرج مصداقی. در این کتاب ارزشمند همچنین ما با سه اطلاعیه بسیار مهم کمیسیون امنیت و ضد تروریسم و کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت در مورد طرح و برنامه رژیم از دستگیری دشقیم حمید نوری مواجه میشیم. در این اطلاعیه ها مقاومت ایران که بلافاصله بعد از دستگیری این دشقیم منتشر کرده، پرده از طرح و برنامه رژیم در این رابطه برداشته و مشخصا با انتشار نوارهای صوتی رازینی و مقیسه‌ای طرح دشمن رو برملا میکنه که به قول خودشون قصد داشتن در یک عملیات چند وجهی چگونه جنبش دادخواهی رو به نفع خود به نفع این مزدور مصادره کنند و در واقع از اوجگیری اون جلوگیری کنند. البته رژیم تصور نمی‌کرد که همچی طرحی بر سر خودش خراب بشه و مجاهدین تمام قد به دفاع از این خونخواهی شهیدان قهرمانشون و شهیدانی که سرفرازانه بر سر موزهشون در سال 67 ایستادند وارد دادگاه بشند و مسیر دادگاه رو به جای اینکه منحرف بشه به نفع مقاومت ایران تغییر بدن. البته الان شما اشاره کردید آن چیزی که در واقع محصول این پیروزی بود حاصل ایستادگی تک تک همواداران عزیزمون بود که در سرما و گرما، در برف و بوران ایستادند و پرچم دادخواهی ملت ایران رو برافراشته نگه داشتند، همچنین با ورود شاهدان اصلی این پرونده که در این اطلاعیه ها مشروح اون توضیح داده شده، در واقع این دادگاه به نفع مقاومت ایران رقم زده شد و یک پیروزی تاریخی رو برای مقاومت ایران در پی داشت. بعد از این اطلاعیه ها ما با سلسله از قبلش توضیح بدم که بعد از این اطلاعیه ها سند ننگین در واقع انزجارنامه ننگین ایرج مصداقی در سال 70 رو داریم و بعد هم بیانیه 1500 زندانی آزاد شده، زندانیان سیاسی که علیه ایرج مصداقی و طرح و برنامه رژیم موضع گیری کردند. این بیانیه البته بعدها به تعداد امضا کننده هاش اضافه شده، اما این کتاب در واقع بیانیه رو در سال اسفند 99 منتشر شده که در میان این امضا کنندگان 20 نفر کسانی هستند که خودشون کتاب‌های خاطراتشون از زندان رو منتشر کردند و حداقل 82 نفر از اونها از شاهدان این قتل عام سبعانه سال 1367 هستند. در ادامه هم به سلسله مقالاتی رو در این کتاب منتشر شده از یاران و دوستان و همراهان مقاومت، از اعضای مجاهدین که متاسفانه در این فرصت کوتاه پرداختن به هر کدوم از اینا امکان پذیر نیستش، ولی تک تک این مقالات بسیار آموزنده و درس آموزه و فکر میکنم لازمه همه هموطنانمون یک بار این مقالات رو مجدداً بخونیم تا به شناخت عمیق‌تری از این طرح و برنامه‌های دشمن اشراف پیدا کنیم. بله خانم فاکتل، حالا کتابی که با عنوان گزارش تحقیقی دادگاه یک دشقیم و ماموریت یک مزدور نفوذی کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران منتشر کرده، حاوی چه نکاتی است غیر از نکاتی که همین الان در صحبتتون گفتید و اشاره کردید؟ بله، همونطور که گفتید عنوان این کتاب هم که من الان اینجا همراه خودم دارم هستش، گزارش تحقیقی که کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران منتشر کرده. این کتاب در مقدمه اشاره کوتاهی میکنه به شیوه های کار دشمن در عملیات نفوذ در میان نیروهای
انقلابی چه در زمان شاه و چه بعدها در رژیم خمینی، از جمله به تجربه نفوذ عناصر مانند مسعود بطائی و بهروز زوفن اشاره شده که خب تجربیات بسیار درس‌آموزیه در تاریخمون. در این کتاب تحقیقی در واقع نکات دقیقی از حفره‌های در واقع جدی و یا لاپوشانی‌هایی که این مزدور نفوذی در کتاب‌هایی که تحت عنوان خاطرات زندان منتشر کرده وجود داره که بسیار موشکافانه روی اونها کار شده و در این کتاب تمام این موارد رو فصل به فصل توضیح داده. در واقع با خوندن اینها خواننده متوجه انبوه تناقضات بسیار آشکاری میشه که در این کتاب خاطرات این مزدور تلاش کرده با گرد و خاک کردن و در واقع هیاهوی زیاد اونها رو از سر بگذرونه. و ضمن اینکه این من به جد توصیه میکنم که این فصل کتاب رو همه هموطنان عزیزمون مطالعه کنند، چون که از بابت شناخت ماهیت این در واقع مزدور و شیوه کار دشمن بسیار بسیار آموزنده است و اینها تجربیاتی است که ما در مسیر مبارزه با دشمن باید بیاموزیم و به اونها اشراف داشته باشیم. اما فصل دوم همین کتاب در واقع به حتاکی های بیدنده و ترمز این مزدور نفوذی علیه گروه های مخالف رژیم اختصاص داره. این مزدور کافیه که هر کجا که در واقع مدعیه، چون خودش مدعیه که جنبش دادخواهی بایستی به اسم اون ثبت بشه، مزدور بریده‌ای که خودش با انزجارنامه و در واقع جان کثیف خودش رو به در برده، میخواد ماهیت اون جانهای پاکی که بر سر یک آرمان ایستادند و 30,000 قتل عام شدن رو به نفع دشمن ضد بشری میخواست مصادره بکنه و در واقع تلاش داشته در این سالیان خودش رو متولیه به اصطلاح خودش این جریان نشون بده. البته این لقمه بسیار بزرگتره که از گلوی مزدور کثیفی مثل این پایین بره و به همین دلیل هستش که هر کجا که در واقع بهش در این رابطه بحثی بوده، بیدنده و ترمز به هر کسی که در واقع موضوعی بوده که بهش پرش به این گرفته، شروع کرده به فحاشی کردن، نه تنها به مجاهدین بلکه به عفو بین الملل هم خیلی جاها به اصطلاح پرداخته و حتی که کرده که چرا این موضوع رو طرف حساب به اصطلاح قتل عام 67 قرار ندادن. این نمونه ها هم به خوبی در این کتاب دوم توضیح داده شده و شرح مبسوطی داره. فصل چهارم این کتاب البته به نمونه های از نفوذ در سازمان های انقلابی میپردازه، از سیروس نهاوندی تا مهداد عارفانی که وقتی دستگیر شدن چگونه به خدمت در واقع نیروهای سرکوبگر در آمدند و بعدها به عنوان نفوذی علیه نیروهای در واقع انقلابی به کار گرفته شدند و اینها رو در یک پروسه طولانی رژیم چگونه تلاش کرده سفید سازی بکنه و خط خودش برای نفوذ و انهدام و یا به قول خودشون عملیات تروریستی اطلاعاتی رو با این عناصر مزدور پیش ببره. این کتاب ارزشمند با دو گزارش کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت پیرامون شهادت دادن و ارائه اسناد شاهدان به دادگاه دشقیم حمید نوری تکمیل شده که شرح بسیار مفصل و دقیقی هست از شاهدان این پرونده و به طور مفصل به این بحث هم پرداخته شده. بله، خیلی ممنونم از شما خانم پاکدل عزیز به خاطر فرصتی که قائل شدید و در برنامه امروز حضور پیدا کردید و تمام توضیحات بسیار عالی که دادید در مورد این دو کتاب و نقش این موضوع نفوذی و آنچه که کرد. تشکر از شما. من هم تشکر میکنم و سپاسگزارم از شما.